سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. چند خبر خیلی مهم در روزهای گذشته از ایران در رسانه‌ها منتشر شد. یک خبر برمیگشت به یک ماهواره بر که به هوا پرتاب شد در حوزه هوافضا. خیلی ها در خارج از کشور اومدن گفتن که این یک موشک بالستیکه، یا یه خورده باش کار بکن، یک موشک بالستیک غار پیماه که نمیخوان گردن بگیرن، دارن میگن فعالیت‌های فضاییه. بجد ایران در این حوزه کارهای کرده، توی گزارش مفصل به این خواهم پرداخت. الان فهم کنم که فعلا ازش عبور کنیم بهتره. و خبر دیگری هم در رسانه ها منتشر شده از یک سامانه پدافندی جدید، سامانه که ایران ارتقایش شده، با موشک های جدیدی به کارگیری کرده. اهدافی از جمله موشک های بالستیک و از جمله پهبادها و چیزهای از این دست رو و همچنین جنگنده های پیشرفته رو میتونه از 300 کیلومتری مرزهای ایران، یا بهتر بگم از 300 کیلومتری محل استقرار سامانه، مورد هدف قرار بده. کل عملیاتی که علیه این اهداف انجام میده 5 دقیقه است. در 450 کیلومتری شناسایی میکنه و در چیزی در حدود 300 کیلومتری میتونه مورد هدف قرار بده. حالا جزئیاتی داره که من خدمت شما عرض خواهم کرد. دوستان یک بار تاریخچه این چیزی که ازش رونمایی شده رو برای شما میگم، از کجا شروع شده، ایران چه کارهایی کرده، بعد فیلمی رو از یک عملیات خواهیم دید در همین خصوص که ایران خودش محشره. از سال 1390 ایران روی این قضیه متمرکز میشه که من نیاز دارم به یک حوزه، به یک چیزی در حوزه دفاعی که کمکم بکنه. اگر هدفی رو در آسمان دیدم، در آن سوی خلیج فارس، در آن سوی کشورهای همسایه، در آن سوی دریای عمان، در جمهوری باکو، در جاهایی که پایگاه‌های نظامی در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار دادن، اگر اهدافی رو اینجا دیدم خواست بلند بشه به سمت من بیاد، من بتونم شناساییش بکنم و علیهش عملیات بکنم. خب کجا می‌خوای عملیات کنی؟ می‌خوای وایسی که دقیقاً به مرزی که به مرز رسید تو تازه عملیات بکنی؟ اگر بخوای همچین کاری بکنی که یک فاجعه میتونه رقم بخوره، نه، تو نیاز داری به سرعت عمل. تو نیاز داری به یک چیزی که سریع تو رو آماده بکنه و در یک مسیر بسیار طولانی، در یک فاصله بسیار طولانی او را مورد رصد قرار بده. زمانی که نزدیک شد دیگه بساتش رو جمع کرده باشی. سوم خرداد سامانه که اگر یادتون باشه ایران ساخت، یکی از بی‌نظیرترین پهپادهای دنیا رو باش زد زمانی که نزدیک شده بود به آسمان ایران. اونها میگفتن که ایران کار غلطی انجام داده، ایران میگفت حالا اتفاقا من بهتون لطف کردم، یه هواپیما دیگه کنارش بود اونو نزدم، اونم میتونستم بزنم. از 1390 ایران شروع میکنه روی این قضیه کار میشه. 1397 ایران به این توان میرسه که در 100 تا 120 کیلومتری اهدافی رو بزنه. تستش میکنن، سامانه ساخت خودمون رو تستش میکنن، اهدافی بلند میشه از همین پهپادها و بیسرنشین ها در 120 کیلومتری میزنه. یه خورده میایم جلوتر 1399 رو همین سامانه دوباره کار میشه، میگن آقا یه حرکت دیگه بزنیم، یه حرکت دیگه بزنیم، یه چیزی رو در 150 کیلومتری از مدل بهتر و پیشرفته تر پهپادها قرار بدیم، یک مدل پیچیده تری از تست سامانه، ببینیم میزنه یا نه. باز همین اتفاق میفته، این سامانه رو ارتقا دادن با یک موشک پیشرفته، در روزهای گذشته مورد عملیات قرار دادن، مورد بهره برداری قرار دادن. هدف رو در 450 کیلومتری چشمان این سامانه شناسایی کرده، در 360 کیلومتری روی هدف متمرکز شده، در 320 کیلومتری تمرکز قطعی روی هدف پیدا کرده، در 306 کیلومتری هدف رو زده. 5 دقیقه کل این عملیات طول کشیده برای اینکه بره هدف رو بزنه. اون کسی که مسئول این عملیات هست تعریف میکنه، میگه ما تو 320 کیلومتری هم میتونستیم بزنیم، ولی گفتیم که حالا رو 306 ببندیم که دیگه قطعی هدف منهدم بشه. اون چیزی هم که مورد هدف قرار گرفته پهباد کرار هست، یکی از بی‌نظیرترین پهپادهایی که ما ساختیم. سطح مقطع راداری بسیار کوچکی داره. فهم کنم ابعاد پهباد کرار رو بخوای در نظر بگیری، از جمله پهپادهایی هست که به لحاظ اندازه طول بالش میگم حدود 5 متره. حالا شما تصور کن چیزی بخواد فراتر از این یا بزرگتر از این در مقابل این سامانه قرار بگیره، همونطور که مقامات ایران بهش اشاره کردن، قطعا در آتش خشم این سامانه خواهد سوخت. یه چیز من داخل پرانتز خدمت شما بگم، یه مسئله دیگه که ما داریم و خیلی ها در دنیا اصلا بهش فکرم نمی کنن این هست که تو از یک جایی به بعد نیاز داری که اهدافی که پایین حرکت میکنن رو بزنی. الان چیزی که باعث شده دشمنان ما جلوی پهپادهای ایران به چالش کشیده بشن همینه که تو با چیزهایی رو برسی که داره پایین پرواز میکنه، تو ارتفاع پایین، برای اون میخواد چیکار بکنی. ایران در این حوزه کارهای انجام داده،
تسلیحاتی ساخته که اخیراً از یکی دوتش هم رونمایی کرده. من دیدم که در گزارش‌های از رژیم صهیونیستی، رسانه رژیم صهیونیستی که بخشش رو برای شما خواهم خوند، به همین اشاره شده. یه حالا این چیزی که ساخته که بی‌نظیره. دو سه تا کشور در دنیا ازش دارن، ماوقی آرزو دارن داشته باشن. دیگه حالا از پایگاه‌های کشورهای عربی بگیر تا جاهای دیگر جنگنده بخواد بلند بشه، این کامل میتونه روش اشراف داشته باشه. اما اصل حرف اینجا هست که این رفته روی اون بخش دیگر که پرواز در ارتفاع پایین هست هم کارهایی کرده و خروجی‌های گرفته که به یاری خود بخشش به زودی رسانه‌ای خواهد شد. بریم ویدیو ببینیم از رزمایشی که انجام شده. دوستان من یک دور کلیت داستان رو برای شما توضیح بدم. پهباد به پرواز در میاد، اعلام هم میکنن آقا با همه توان تلاش کن که سامانه تو رو مورد هدف قرار نده. و سامانه با پیشرفتایی که بر روی اون انجام شده و ارتقاهایی که صورت گرفته مأموریت پیدا میکنه. اولا هدف رو بشناسه در 450 کیلومتری، بعد در 350 کیلومتری عملیاتو انجام داده باشه. بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. مقصد جایی در کویر مرکزی ایران. طی 16 ماه کار تحقیقاتی بسیار دقیق، رویدادی حاصل سالها تلاش متخصصان وزارت دفاع و نیروی پدافند هوایی ارتش، قابلیت درگیری با انواع هواپیماهای تاکتیکی نسل پنجم رو داره، یعنی نسل قدیم و نسل پنجم رو داره، قابلیت درگیری با بالستیکایی که از فاصله بیش از 1000 کیلومتر یا 2000 کیلومتر پرتاب میشه رو دارا هست. ابتدا صدها کیلومتر دورتر از این مکان پرنده بدون سرنشین یا همان هدف به پرواز در می آید. مجرد شنی برای هدف در کانال یک، همه آماده عملیات و اقدام نهایی می شوند. این لحظه در تاریخ ثبت می شود. در یکی از 401 ارتقاء سامانه بومی باور 373 برای دستیابی به برد بالای 300 کیلومتر با موشک جدید. خوشحالی جمع حکایت از تحقق وعده دارد. یعنی موشک پرنده بدون سرنشین را که 700 کیلومتر در ساعت سرعت داشته در فاصله 306 کیلومتری منهدم کرده است. این سامانه ثابت کرد که هر گونه تهدید رو فراتر از 300 کیلومتر منهدم میکنه و فراتر از 450 کیلومتر میبینه. با آزمایش این سامانه بومی ارتقا یافته، ایران عملاً در جمع معدود کشورهای دارنده چنین سامانه‌ای قرار می‌گیرد که تعدادشان به انگشتان یک دست نمی‌رسد. در مقایسه با سامانه‌های برد و برند کشورهای صاحب نام و به قول خودشون ابرقدرت، در زمان بسیار کوتاهی ساخته شد. من فکر می‌کنم خیلی خوب بخش از این ویدیو رو با هم دیدیم. یه نکته باید خدمت شما عرض کنم. همین الان اگر یکی از ارتش‌های دنیا بخواد همه بودجه‌ش رو متمرکز بکنه، اینو بسازه، 20 سال طول می‌کشه. بله؟ عربستان نه، ارتش دنیا دارم میگم، کشور در پیت که صحبت کردیم، عربستان نه، ارتش های دنیا، اونایشون که ادعاشون میشه و بودجه ای دارن برای کار نظامی، برای تسلیحات خریدن نه، تسلیحات خریدن سرکاریه، یه جاهایی از تو با تسلیحات خریدن صرفا داری انبار پر میکنی، تو باید بتونی بدونی برای کجا و کدام نقطه چه چیزی میخوای، بعضا بری به سمت ساختش. بهترین ارتش های دنیا اگر بخوان مشابه این رو بسازن، حداقل 20 سال طول میکشه که به همچین چیزی برسن. بریم ادامهش رو ببینیم. این گزارشی هست از موشک صیاد، اینجا کامل توضیح میده از تسلیحات جدیدی که ایران ازش رونمایی شده. حالا گمان زنی هایی هم در فاز غیر رسمی در روی این تسلیحات هست که من ندیدم توی این گزارش بهش اشاره بشه. آمدانه مبهم گذاشتن، چیزی هست که دوست دارن به اصطلاح خودمون دشمنانه وطن به اصطلاح خودمون تو خماریش بمونن، نمیدونم، ولی حرفای در حوزه غیر رسمی پیرامون اینها داره گفته میشه. گزارش رو ببینیم، اگر فرصت شد بهش خواهیم پرداخت. ببینیم ویدیو رو. من فکر میکنم خیلی از کشورها، کشورهای صاحب فناوری در دنیا هستن که آرزو دارن یک همچین سامانه‌ای در اختیارشون باشه. وزیر دفاع از یک آرزوی دیروز ایرانی‌ها که برای خیلی از کشورهای جهان امروز آرزوست رونمایی میکنن. موشک صیاد 4B ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. آموزش پروازی بار برد بلند را شروع میکنیم. شمارش معکوس 3 2 1. یا فاطمه الزهرا. اینجا کویر مرکزی ایران و این بزرگترین موشک سامانه پدافند هوایی باور 373 که تا لحظاتی دیگر هدف خودش را در فاصله 300 کیلومتری منهدم خواهد کرد.
خود کرار است با طولی نزدیک به 5 متر. موشک روی هدف قفل کرده. بهباد کرار در ارتفاع بیش از 30 کیلومتری و با سرعت 700 کیلومتر بر ساعت با این موشک در سرعت 8 برابر صوت برخورد میکنند. ما میتوانیم پرنده هایی که مأموریت های خاص دارند مثل پست های فرماندهی پروازی یا پرنده هایی که دارای ابعاد زیاد هستند رو در فواصل خیلی دوری که حتی نمیتونن بهش فکر کنن متاثر کنیم و اونها رو زمینگیر کنیم. یعنی با استقرار یک آتشبار از این سامانه در مثلا شمال خلیج فارس کل منطقه تحت پوشش راداری و موشکی باور قرار میگیره. خیلی خب، بخشی از این گزارش رو با هم دیگه دیدیم. به طور کامل توضیح میده اینجا اون چیزی که شاهدش هستیم یک پهباد بسیار کوچک بود. حالا من یه اشتباهی کردم، طول بالهای پهباد گفتم، در صورتی که به آن صورت هم همونجوری که در تصویر دیدیم بالهاش هم به اون صورت چیزی برای گفتن نداشت. طول اون پهبادی که داشتیم 5 متر بود، در آسمان بلند شده. حالا کارمندان بی بی سی و سعودی اینترنشنال از ویتامین بی های آمریکا برای ما بگویید، از بمب افکن ها بگویید، با اون ابعاد بزرگی که میخواد بیاد در منطقه خاورمیانه ما رو سر کار بسره. یکی از اینها زمانی که مستقر بشه در جایی به نام خلیج فارس یا در نزدیکی مرزهای ما، تا آن سوی مرزها صدها کیلومتر آن سوتر هر چیزی که در آسمان دیده بشه رو از جنس تسلیحاتی که مورد اشاره قرار گرفت میتونه منهدم بکنه و به چالش بکشه. من یک نکته لازم هست یادآوری بکنم قبل از اینکه این گزارش رو جمع‌بندی بکنم. حرفی که قبلا دیدم یکی از دوستان مورد اشاره قرار داده، دوست داشتم به بهانه چهره هایی که دیده نشد، چهره هایی که مات بود، اینجا بهش اشاره کنم. هر کجای دنیا وقتی یه موشکی میسازن، وقتی یه پهبادی میسازن، وقتی یه سلاحی ساخته میشه یا مثلا یک چیزی رو میفرستن در فضا، یک صحنه شما میبینی. اون صحنه دانشمندانی هست که دستاشون رو بالا گرفتن، بالا پایین میپرن، نظامیایی هست که بالا پایین میپرن، هورا میگن، همدیگر رو در آغوش میکشن. تو این صحنه ها رو نگاه میکنیم که چقدر جالب، مثلا اینا بالاخره به هدفشون رسیدن. برای دیگر نقاط دنیا، برای ایران نیست. برای ایران ما قهرمان هایی داریم که این بی‌نظیر رو رقم زدن که دنیا آرزوشو داره داشته باشه، ولی چهره هاشون دیده بشه، چهره هاشون دیده بشه، برای ترور یا به شهادت رساندن همین ها برنامه‌ریزی خواهند کرد. من یه خدا قوت ویژه باید بگم برای این عزیزانی که مظلوم هستن و گمنام. دلاور مردانه در شرایطی که خیلی ها میخواهند ایران تمرکز نداشته باشه، متمرکز شدن بر روی اینکه در حوزه دفاعی و در حوزه تهاجمی ایران رو قدرتمند بکنن. کسی هم اسمشون نمیدونه، تصویرشون نمیبینه، برخلاف عکس‌ها و فیلم‌هایی که از تستای موفق در دیگر کشورها میبینیم که نظامی‌ها و دانشمندشون بالا پایین می‌پرن، اینجا ما عکسشون نمیبینیم. من خدا قوت میگم به تک تک این سربازان گمنام وطن، خدا قوت میگم به مردم ایران هم تبریک میگم. این شاهکار بی‌نظیری که این روسا داریم میبینیم حالمون رو خیلی خوب کرد در شرایطی که لازم بود در حوزه نظامی یک شاهکاری که میتواند پایگاه ها، چیزهایی که از پایگاه های اطراف ولم شه، چون ایران بارها هشدار داده آقا در شرایطی که پایگاه های خودتان را در اختیار دیگران گذاشته اید، من هم در حوزه به هدف کشاندن و به چالش کشاندن اون پایگاه میتونم اقداماتی انجام بدم، هم در حوزه زدن چیزی که از پایگاه بلند میشه. یه جایی از هدفی رو زمین رو دارم میزنم، خب موشک دارم، پهپاد دارم، میدونم با چیکار کنم. یه جایی از هدفی از اونجا بلند کردی، اونم تو آسمان، میتوانم به چالش بکشم. خب اینجا این شاهکاری که ساخته شد این رو یادآوری کرده. من میخوام گزارش رو برای شما بخونم از جروزالم پست، روزنامه رژیم صهیونیستی، به همین پرداخته از روی متن میخوام برای شما بخشش رو بخونم. اومده گفته که این سامانه برای افزایش برد و قدرت پدافند هوایی ایران طراحی شده است. ایران می‌خواهد نشان دهد که می‌تواند آسمان خلیج فارس را
با پدافند خود پوشش دهد و حتی به دریای عمان برسد و همچنین از مرزهای شمالی خود با جمهوری آذربایجان و مرز با اقلیم کردستان عراق محافظت بکند. بعد در ادامه گزارش اومده گفته که همچین چیزی رو ایران در شرایطی داره ازش رونمایی میکنه که ناآرامی‌های در داخل این کشور به راه افتاده. به نوعی داره اشاره میکنه، یا بذارید من ساده در بگم، اون فضایی که میخواستن برای ما به وجود بیارن در هفته های اخیر و ماهای اخیر این بود که کار اینا تموم شد. تو اروپا خبرنگار بی بی سی و خبرنگار من و تو و اون علنگی که میخواست بره بشینه توی استودیوی سعود اینترنشنال و اون کارشناسایی که میومدن روی خط صحبت بکنن با این شبکه ها، همشون میدیدن که خیابان های اروپا شلوغه، مردم ریختن کف خیابون تظاهرات دارن میکنن علیه حاکمیت ها، ولی همشون گفت آقا کار رژیم ایران، رژیم ایران کارش تام کجا تموم عزیز؟ کار من تازه شروع شد، من تازه اول بسم الله رو نوشتم تو منطقه خاورمیانه، تازه اول بسم الله رو نوشتم، کار دارم با تک تک اینهایی هم که این روسا شرارت به خرج دادن، از اقلیم کردستانش بگیر تا اون کسانی که حمید اسماعیل زهی در جنوب شرق کشور رو انگولک کردن تو عربستان نشستن، ما تک تک اینها رو میشناسیم و میدانیم، و اماراتی ها با تک تک اینا کار داریم، با تک تک کسانی که تصور کردن ایران کشوری است که میتوان در آن آشوب آفرینی کرد. خدا قوت میگم به همه کسانی که این بی‌نظیر رو رقم زدم. بذارید من ببینم چیزی تو این گزارش جا مونده بخوام برای شما نگفته باشم یا بخوام برای شما بخونم. بله، دو تا اظهار نظر هست. یکی از فرمانده پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته که وقتی یه همچین آزمایشی رو در دنیا میخوان انجام بدن، برای تسلیحاتی که میخواد بره 200 کیلومتر آنسوتر در آسمان عملیات بکنه، معمولا یک پهپاد یا هواپیمایی که سطح مقطع راداری بالایی داشته باشه استفاده میکنن. تو تست اول همچین کاری میکنن، نمیان ببرن با یک چیزی طرفش کنن که سطح مقطع راداریش پایین هست. میگه اما توانمندی در باور 373 وجود دارد که بتواند با پهپادها و حتی هواپیماهای نسل پنجم با سطح مقطع بسیار پایین تر هم مقابله بکند. ادامه گزارشی که میخواستم برای شما بخونم در خصوص حرف و حدیث هایی هست که درباره چیزهای ناگفته درباره این تسلیحات گفته شده، چون یه سری گمانه‌زنی هم هست در خصوص نوع موشک و چیزهای این شکلی که خودش یه داستان خیلی مفصل و جذابی داره. اینو نگه دارید، در یک گزارش دیگه مفصل خدمت شما ارائه خواهم داد. الهی که حال دلتون خوب باشه، الهی که بهترین ها پیش روی رفقای ما باشه. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.